اول خانم رستمی صداش میکردم، یکم که گذشت مادر صداش کرد. در واقع من خودم به تنهایی بچه‌امو بزرگ کردم. کار آقای سلطانی اینجوری بود که همش خارج از تهران بوده. ساعت‌ها درباره ندا صحبت کردیم. اونطور که مادرش توصیف میکرد، از همون زمانی که از شکم مادرش بیرون اومده دختر سرکشی بود. یعنی از 3 سالگی اینجوری بود، خودش دفاع میکرد، زیر بار حرف زور نمیرفت. دبیرستان اونجا باید با چادر میرفتن بچه‌ها، دخترها. و ندا هم تونست مبارزه کنه، چادر رو از سرش برداره و معمای بلنده. رو راست بود، به خاطر نمیتونست هیچ وقت فیلم بازی کنه. همیشه میگم من موندم آدما چجوری دورو دارن، چجوری فیلم بازی میکنن. من نمیتونم. ظاهر و باطنش یکی بود. شب دوم خواهر ندا هدا با ماشینش ما رو به آپارتمانش برد و همه حرفهای مادرش رو درباره ندا تایید کرد. خیلی کمتر پیش میومد دروغ بگه. چون میگم چون نمیترسید، چون از چیزی نمیترسید بهتر دروغ هم نمیگفت. مثلا میگفت تهش فوقش میخواد این بشه دیگه، مثلا میخواد چی بشه. یه چی میگم نمیترسید که ندا و هدا هستن. از هیچ فرصتی برای دیدن عکس‌ها و شنیدن داستان‌ها و خاطرات ندا دریغ نشد. فرصتی بود برای معرفی ندای واقعی به جهان و خانواده تلاش خود را کردند تا حتی در اوج غم و اندوه همچون ندا قوی و بالنده باشند. از این لبخندها می‌زد ندا. ندا که فقط لبخند می‌زد. ندا فقط می‌خندید. یه موقعی بعد پیدا می‌کنه که موقعی که نخواد بخنده یا لبخند نداشته باشه. که دقیقاً فقط دو سه تا عکسای اخیری که اخیراً عکس انداخته بود، یعنی یکی ما قبل از فوتوش فقط 3-4 تا عکس تونستیم پیدا کنیم که لبخند نداشته باشه. یاد ندا حتی برای لحظه ای از ذهن این خانواده دور نمی شود. این پیرا رو خرید که معافی جشن معافی محمد بپوشه که نپوشید. آخر خریدش این بود، دوربین عکاسی بود. برادر ندا محمد از همه به اون نزدیکتر بود و زمان قتل ندا تا به امروز موهای سر و صورتش را در عزای ندا اصلاح نکرده است. آزادی برای خودش اول از همه چیز آزادی می‌خواست فقط. گفت اینجا زن‌ها تقریبا یه جوری شرایطشون نمیتونن مثل همه آدم‌های دیگه زندگی کنن. گفت اینجا زن‌ها واقعا تحت فشارن. گفت خودم یه زنم، حق این که بدون حجاب برم تو خیابونو ندارم. پدر ندا علی برای یک شرکت حمل و نقل کار می کند و با اینکه اغلب اوقات از خانه دور بوده ندا را به خوبی درک می کرده. اصلا ترس تو وجود این نبود. بعد من به خاطر واقعا شجاعتش خیلی دوستش داشتم. خیلی هم الان برای من مهمه. ندا دختری شجاع و صادق بود و از همان روز اول در برابر استبداد مقاومت می کرد. جانی آزاده، اسیر رژیمی که این صفات را در زن بر نمی تابد. After the revolution, the first targets, the first victims of the revolution were women. The first progressive law they repealed was the family protection law, which protected women at work and at home. And the first targets again were women's clothing, veil, and some of the most reactionary laws, like changing the age of marriage from 18 to 9, depriving women of their civil and judicial rights. And every single reactionary law, the worst kind, pertains to women. زن اگر همراه با مردی جز خیشاوندان نزدیکش در ملأ عام ظاهر شود در خطر بازداشت قرار دارد. طبق قانون بازوها، پاها و موهای زن باید در حضور مردها پوشیده باشد، حتی در دریا. در شهرهای بزرگ زنان تا آنجا که می توانند این حدود را پس می زنند، مثل پوشیدن روسری های شاد و رنگارنگ که بخشی از موهایشان را به نمایش می گذارد. اما با این کار مدام در خطر بازداشت به دست نیروی انتظامی و یا بسیج هستند. زنان و مردان بدنامی که قرار است حافظ نظم عمومی و عفاف باشند.
I was 15, 16, walking in the streets of Tehran, and all of a sudden a Basiji car stopped, and six of them got out of the car with their AK-47s and surrounded me, and they wouldn't look at me, and saying, "Sir, your chest is showing," and maybe a quarter size of my chest was showing. I had worn my hijab and tied it in the back, and they were wanting to take me with them, and I started to scream, "How dare you look at me from across the street and are looking at my chest? You're not mahram, I won't let you arrest me. You have to bring somebody else to arrest me." And they thought, okay, she's crazy, we better leave this one alone. But yes, it's humiliating, humiliating. در بسیاری از نقاط کشور، عرف چادر سیاهی است که تمام بدن را می پوشاند. As a woman, you have to disappear in the public eye. You cannot be. And so the more you attract attention to yourself, the more you're targeted, because you are supposed not to be. You are supposed to be invisible. What is unbearable and ignominious is the power that a regime claim to control your body. And this is a direct attack to your freedom and dignity. And I think that is what makes the whole issue of dress code unbearable. از این روسری، از اینکه نمیتونه راحت تو دریا بره، راحت نمیتونه تو خیابون بره. از این حجاب اجباری اذیت میشد. واقعا زجر میکشید. قانون آزادی زن را به شکل‌های گوناگون دیگری هم محدود می‌کند. زن بی اجازه پدر حق ازدواج ندارد. طلاق حق مطلق شوهر است که حق قیومیت فرزند را هم از 7 سالگی به بعد دارد. اگر زن دوباره ازدواج کند، این حق را زودتر هم از دست می‌دهد. اینا من حالا تا 20 روز دیگه وقت دارم، نمیدم الان. 20 روز دیگه گفت، 20 روز دیگه نمیتونی. ازدواج کردید؟ وقتی که ازدواج بکنید، فرزندتون دیگه به شما نمیرسه. من خود روانی نشم به قرار مجید. این بچه‌م چه روی قرار داره؟ از همه مهمتر، ارزش جان زن نصف مرد است. در دادگاه شهادت زن نصف شهادت مرد اعتبار دارد. این به ویژه در موارد تجاوز به عنف یا اعمال خشونت بسیار ناعادلانه است. If the man says no, I did not assault the woman, and a woman says yes, you did, she has no chance of obtaining a conviction against the man. Even worse, the woman would subsequently be indicted for bringing false testimony. ایران نسبت به جمعیتش بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد. غیر از قتل، زنا، در اختیار داشتن مواد مخدر، اعمال همجنسگرایانه و حتی اعتراض مدنی مستوجب اعدام دانسته می شود. سن مسئولیت قانونی در برابر جرم برای دختران 8 سال و برای پسران 14 سال است. اگر دختری 8 ساله مرتکب جرمی مستوجب اعدام شود، در زندان محبوس میماند تا در روز تولد 18 سالگیش اعدام شود. For certain crimes, the death penalty is not administered by hanging, but by stoning. And stoning happens in a way, but you're being buried in sand or in the ground up until your waist. And the rule is, if you manage to get out while people are throwing stones at you, you are free. You can leave. That's the rule for a man. However, women are not being buried up until their waist, but up until their breast, with their arms also being buried. چه تضادی است میان گرما و فضای سالم این خانه و آن ایران دیگر، آن سوی دیوارهای این خانه. و چه شجاعتی حال آنکه می دانند از دست این حکومت چه برمی آید. اما شاید با حرف زدن بیشتر در امان باشند.